بزن و بزن و بزن تحمیل بکن کامره را در دم رویش بگذار بو که همین چیز را میگوی خوب اگر نمیگویی میکشمد او بیشارا به خاطر آن که جان خود را نجات بدهد جرم بزرگی را به زبان خودش اقرار میکند این صحنه نه تنها آن که چشم دید بلکه به طور تواتر به منی فقیر رسیده است اگر به الله قسم بخورم هانیس نمی که من از مرگ و از هیچ قدرتی در دنیا حراس نمی داشته باشم علنی گب می زنم و پوسکنده گب می زنم در مقابل ظالم هر کسی که باشد سادگی می کنم همان نام تحمیلی تا ای زمان ای خطه تا انوز استقلال را ندیده است اگر به ظاهر امروز استقلال دیده می شود دی استقلال نیست خود نام تحمیلی است و جغرافی منحصر است و محدود و بند است این هیچ وقت استقلال گفته نمی شود در یک جغرافی منحصر باشی اما دارو ندارد در دست آیسای پاکستان باشد چی طور خود را گفته می توانی که آزاد هستم آزادی به این معنا نیست که در داخل جغرافی خرد و کوچکی استعماری بند باشی در قالب دموکراسی اسلام را پیش بکنی ای را آزادی گفته نمی شود در یک بیلچه ای پاروی حیوانات را پاک کرده شود یا نجاست تفلها را پاک کرده شود بس در همان بیلچه با اندک پاک کردن حلوا را به یک شخص تقدیم کرده شود شیرینی را به یک شخص تقدیم کرده شود آیا دل انسان میکشد که آن را بخورد؟ چطور می توانیم در قالب دموکراسی اسلام را حاکم بگردانیم از این جهت گفتم که نظام خدا با نظام اسلامی تفاوت می داشته باشد نظام خدا چیزی دیگری هست نظام اسلامی چیزی دیگری هست نظام اسلامی اکثر برداشت های ظالمانه کسایی می باشد که از دل خود آن برداشت ها را نظام گفتم اما نظام خدا چیزی دیگری است با نظام اسلامی نظام خدا بسیار تفاوت دارد اگر زنده بودیم نظام خدا را در زمان ظهور حضرت امام مهدی خواهیم دید او زمان میدانیم که نظام خدا چی است نظام تحمیلی استعماری همیش از دهان مردم کشف میکند بینگرید که ظلمهای علنی و ظلم های تاریخی که از زمان استبداد و از زمان استعمارهای سابقه مانده بود امروز ثمره آن را بیشتر می بینیم اما ثمره خبیثه آن را بیشتر می بینیم چرا گفتم ک یی از فتنهها بزرگ تاریخي تبدیل نام خراسان به افغانستان بود شما در مورد دجل خواندهید ک فتنه مسیح دجل چنان بزرگ است ک از اول دنیا تا آخر دنیا چنین فتنه بزرگ نامده است و نمیآید ای فتنه به اشکال مختلف تبارض میکند فکر مسیح دجال به جایی می رسد که فکر علمای من و شما به حساب که فکر متخصسین من و شما هم به نیم آن نه می رسد مسیح دجال صدها سال پیش را مینیگرد هزاران سال عمر دارد او پیش از پیش توست لشکر خود نام این خطه را تغییر داد به خاطر چی تغییر داد به خاطر آن که از اینجا دشمن من ظهور می کند که حضرت امام مهدی است باید پیش از پیش نام را تغییر بدهم در نام دجل بکنم تا آنکه مردم دنیا نشناسند که به نام خراسان خطه ای در دنیا وجود دارد اما دجال چونکه یک شعبدهباز اس او ساز ساحران است قرآن کریم گفته است ولا یفلح الساحر حیث اتی صاحر از هر طرفی که بیاید ناکام است صاحر و جادوگر با وجود همه داشتههایش ناکام است صحر صحره فرعون که هزاران صاحر یک جای جمع شده بودن را معجزه حضرت موسی علیه السلام یک جای به گلو خود فرو می برد و در یک لحظه همه را نابود میگرداند داستانهای قرآنی به طور همیش برای ما درس میدهد شما بینیگرید این یک ظلم تاریخی بود ظلم تاریخی از این نگاه بود که یک مردمی در کوههای سلیمان که در مرز هند آن زمان قرار داشت که این زمان از مناطق پاکستان به شمار می رود به نام اوغان یا به نام پشتون یا به نام پتان زندگی می کردن اگرچه مردمی کمی بودن و کوچک بودن نامی همان مردم را بر بالای یک خطه بزرگ تحمیل کرده شد و نقشه های پلید استعمار چون که او مردم را دید که این مردم برهمترند او مردم بر همین خطه حاکم گردان از همان زمان تا این زمان همان مردم حاکمیت دارند اینجا غرض تعصب نیست شما یک بار تاریخ را مطالعه بکنید و تعصب را از دیدگاه اسلام مطالعه بکنید که در حدیث سنن ابی داوود تعصب چنین تعریف شده است که ان تو عین قومک علی الظلم قوم خود را بر ظلم ایانت بکنی این را تعصب گفته می شود اگر زمانی که ظالم را محکوم بکنی را تعصب گفته نمیشود ظالم به هر لباسی که باشد از هر قومی که باشد از هر جغرافیایی که باشد نام ملا داشته باشد نام عالم بر سر داشته باشد لونگی عالم بر سر داشته باشد ریش بزرگی داشته باشد ظالم ظالم است اگر کسی که ظالم را اعانه می کند و در مقابل ظلم استادگی را می کند به اندازه کتابان دارد الله عز و جل و پیانبرش از او بیزار میشوند همان طوری که در حدیث شریف آمده است ظلمهای علنی که در بازارهای من و شما دیده میشود ای هم ریشه استعماری دارد در اسلام عزیز هیچ جایگاهی ندارد به نام مالیات در اسلام و در فقه هنفی من و شما خصوصا چیزی نیست ای هم از حلقوم فقیر کش کرده شود بزور کش کرده شود دوزی که یک چبلق را از دروازه مسجد دوزی می کنم ما دوز میگویم. دوزی که برخانه مردم از طرف شب میداره ماور ما دوز می گویم. به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر می کنیم که موبایل را زده بود این مجرم باید به جزای جرمش رسد. اما با لباس دولت با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود این را ظلم گفته نمی شود ای خودش ظلم علنی است ظلم تاریخی است اما آغاز این ظلم از همان استعمارهای های سابق شروع شده است که تا امروز هم نمی توانند که خود را از این ظلم خلاص بکنند انسان آزاد آزادانه زندگی می کند رفاه و امنیت به این معنا نیست که ما تقطق را از افغانستان گم کردیم عامل تقطق خودمان خود 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 بودیم خودمان بس کردیم لیکن مردم آراموش فکری ندارند. یک نفری بیشاره اندکس صدای خود را بلند بکند که این ظلم است تابه های تیار است تاپه مقاومت تاپه دایش ترق بر بالایش زده میشه ایره را میگوین تابه بعد از تابه چاپ است ببر بزن 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 که تو حتی خصیتی را آباد نمان اگر یک جرمی کرده است چند جرم دیگر را بر بالایش تحمیل بکن به زوری زدن تحمیل بکن بزن و بزن و بزن تحمیل بکن کامره را در دم رویش بگذار بو که همین چیز را میگویی خوب اگر نمیگویی میکشمد او بیچاره به خاطر آن که جان خود را نجات بدهد جرم بزرگی را به زبان خودش اقرار میکند این صحنه های نه تنها آن که چشم دید بلکه به طور تواتر به منی فقیر رسیده است اگر به الله قسم بخورم هانیس نمی شوم که من از مرگ و از هیچ قدرتی در دنیا حراس نمی داشته باشم علنی گب می زنم و پوسکنده گب می زنم در مقابل ظالم هر کسی که باشد سادگی میکنم. ما میتوانم در فردا قیامت در محضر رب العالمین ساد شوم و ظالم هم آنجا ساد باشد و الله عز و جل من را به همراه ظالم ساد بکند و بگوید که ای عبدو شکوری بدبخت تو چرا صدای خود را بلند نکردی امروز به همراه ظالم ساد شد زمانی که ظالم به سوی جهنم کشانده شد من را هم به سوی جهنم کشانده شود عذاب دنیوی چیزی نیست بندی شدن دنیوی چیزی نیست آخرین جزای دنیا قتل است و کشته شدن است اما مرگ در وقت خودش می آید امروز صدایت را بلند نکو که بندی میشی فرقی نظام با نظام سابق چی است مردم من و شما نمی گوین خدا بیا مرزا همان کفنکش سابقه را کفنکش سابقه یک داستان بسیار جالبی داره در زمان های سابق یک, دو یک کفن دوزی بوده و کفن ها را از داخل قبران دوزی میکرده مرده ها را از قبرشان میکشید و کفن هایشان را دوزی میکرده مردم بسار داد و فیغان کردن که هی هی چقدر ظالمی بدبخت است و چقدر دوزی بدبخت که به مرده هم رحم نمیکنه تو اگر دوزی میکنی از انسانهای زنده دوزی بکو. تو قبری مرده ها را میشکافی و کفن مرده ها را دوزی میکنی مردم بسیار داد و فیلان کردن ای هی ای دوز یک بار گیر کنیم گیره به جزایش برسانیم چند روز بعد یک کفندوز دیگری پیدا شد او کفندوز دیگری کفنها را نه تنها که دوزی میکرد قبل, قبل مرده ها را میشگفت کفن را دوزی میکرد بعد از دوزی کردن کفن چوب در عقب مرده غرس میکرد به تعبیر رساترش چوب در کونی مرده میزد مردم می آمدن کفن هم دوزی شده و چوب در کون مرده زده شده بعد از او گفتن خدا بیا مرزه همان کفن کشی سابقه را مالیات خود در زمان نظام سابق هم گرفته می شد اما به این رقمش نه فقیری بیچاره می گوید که من از گرسنگی می گفته می شود بمور اما بته ای کسی که سلاح برشانه داری بنای مجاهد هستی 20 سال با افتخار میگویی که من در مقابل آمریکا و بزرگترین قدرت های دنیا زدم 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت خود ظلم بکنی 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت فقیر و بیچاره و در بدر و خاک بسر ظلم بکنی 20 سال به خاطر آن جنگیدی دی که نان را امروز از دهان فقیر بکشی تو نمیدانی که نبی من و پیامبرمان صلی الله علیه و سلم فرموده است که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق اطاعت امر امیر واجب است اما نه در معصیت نه در ظلم اگر تو را امیرت امر می کند که برو ظلم بکن سلاحت را به زمین بگذار ظلم نکن اگر امروز من ملا را فریب بدی دیگر را فریب بدی در فردای قیامت الله عز و جل را فریب داده دا نمی توانی. اگر امیرت امر کرد که برو مسلمان را بکشت مسلمان میکشی مقدر علم نداری اما مقدر عقل نداری که این معصیت است نباید که در معصیت فرمان برداری امیرت را بکنی امیرت چی است که تو فرمان برداری او را میکنی خدا میدان امیر خود را میشناسی یا نمیشناسی مبادا آن که امیرت آیسای پاکستان باشد و آیسای پاکستان بر گرده هایت تحمیل کرده باشد که این کار را بکن و آن کار را بکن تو مانند یک غلام حلقه به گوش آیسای پاکستان کاری آیسای پاکستان را پیش ببری اما نفهمی که من چی کار میکنم خوش هستی که من امیر دارم و اطاعت امری امیر میکنم عقل خودت را در کار بیانداز از منطق انسانی خودت کار بگیر از علمی که الله عز و جل برای داده از کار بگیر از ظلم تاریخی را باید از افغانستان برداشته شود ما مسئولیت خود را به هر قیمتی که شود ایفا میکنیم به اندازی که دی حنجره قوت است و به اندازی که از این حلقوم صدا میبراید ولو که با دادن جانم هم تمام شود تا رمق خون در تن دارم و تا رمق جان در تن دارم صدای حق را بلند می کنم از بلند کردن صدای حق راست نمی داشته باشم بار بار از اختاری های ترور و از دیگرها گذشتم قسم به ذات اقدس الهی است که سی روز در خانه خانون خانه نشین شدم هفت روز در خانه خانه نشین شدم هیچ هفته ای نیست که در پشتم نفر نگردد به خاطر کشتن عبد فقیر خو مردن یک مردن است باید صدای خود را بلند بکنم و بعد از آن ببینم که کی, کی من را کشته میتواند تواند بنده الله هستم بنده هیچ کسی نیستم در سرزمین خدا نه اقتدار می خواهم نه پست مقام می خواهم نه نا نا نام و نشان می خواهم. یک دعوتگری به سوی نظام خدا هستم و به سوی ظهور حضرت امام مهدی دیگران را دعوت میدهم و وباندار... به